و بالاخره تپشی ها دور هم جمع شدن. خوشحالم. خدا رو شکر خوشحالم. تپشی های خیلی قدیمی. بله. نه چندان قدیمی. دو هم دوره هستیم من خانم سروش و بالاخره یه تپشی جدیدم به اون اضافه بله. شده. و بعد از تانکسگیوینگ کانادا بالاخره رسیدیم به تانکسگیوینگ آمریکا. خوشحالم. در روزی که میلیون ها نفر در آمریکا دور هم جمع میشن، یکی از پر مسافرت‌ترین هفته های تو امریکاست و بکنم این تعطیلاتی که خانواده و از هر تعطیلی دیگری پشت دور هم جمع میشن و ما خانواده تپشی هستیم اینجا در روزهایی که خب سر دنیا ما نگران هستیم، ولی این روز ما میذاریم برای شما، شکرگزار هستیم، دعا میکنیم سر سفره در میز تانکسگیوینگ و آرزوی بهترین ها داریم خصوص برای هموطنانمون در خود ایران که در تشویش و نگرانی دارن به سر میبرن. همه ما رو تحت تاثیر قرار دادن. شبهایی بوده که من واقعا اشک ریختم و یه جورایی وصلیم همه انسان ها به هم دیگه، نمیتونیم هرچند بخوایم که برو خودمون نیاریم. چرا برو خودمون نیاریم؟ نه، منظورم اینه که بگیم کاری که نمیتونیم بکنیم پس ناراحت نباشه، ولی تا اشک نریزیم، تا همدردی نکنیم راحت نمیشیم. من رو مخالفش هستم، ولی با دست خود یه روانشناس داریم اینجا. ولی ببینید با هم دیگه نگاه کنیم به اپنا بزید یه سلام بکنیم. آره سبیده عزیز خوش آمدی. اولین باری که ما اگه حرف نزنی حسین مجید نمیتونی کسی حرف بزنه. من چون صدام گرفته خدا رو شد برای همین حرف بزن. حرف نزنی این نمیذاری کسی حرف بزن. اما در جواب خانم سروش من اینو باید بگم که ما ملتی هستیم که بعضی از ماها به ماها یاد دادن بعضیا که سر هر مسئله گریه کنیم، سوگ داشته باشیم، ناراحت بشیم، دعا کنیم، همه این مسائل خوبه، بد نیست دعا کردنش، ولی من با بقیهش همش مخالف هستم. بیایم نگاه کنیم به کشورهایی که مثل کشور آمریکا، زمانی که دو تا هواپیما رفتن و 6000 نفر آدم از بین رفت در ساختمان دوقلوهایی که در نیویورک بودن، نگاه کنیم به اتفاقی که در باستون ماراتون افتاد، در ماراتون باستون افتاد، نگاه کنیم به اتفاقاتی که در جاهای مختلف برای آمریکا میفته و یکی پس از دیگری. من یه چیزی بود نوشته بود pray for Iran. من اینو پریشو پاک کردم، سیاه کردم و نوشتم stand for Iran، چون من احساسم اینه یا rise for Iran. ما نیازمون این هست، ما یاد گرفتیم در این کشور که نگران نباشیم، ناراحت نباشیم، بلنشیم از جا بلنشیم، حرف بزنیم، صحبت بکنیم، به نظر دیگران هم احترام بذاریم. نمیتونیم فکر کنیم فقط نظر ما درسته، ولی این که بخوایم یک گوشه ای رو انتخاب بکنیم در عزلت و تنهایی بخوایم به سر ببریم، در این خلوت خودمون باشیم، اصلا به نظر من خوب نیست. اصلا نه، من احساسم الان جلوی دوربین گفتم، یعنی جایی که باید حسمو به آره یه واقعیته. روانشناسا میگن باید احساستو بیان کنی بگی. ولی چیزی که داشتم به آقای مجید میگفتم الان که شما گفتین برن شیرینی بخرن بیارن که شما با کافی بخورید، ما رفتیم شیرینی بخریم. این قسمتشو خوشحال نبودم. چرا؟ چون همه 10-15 نفر من مجبور کردم برم شیرینی بخرم. هیچ کی شما مجبوره، خود شما گفتی. هوشنگ توزیع. هوشنگ و بله. خب آقای هوشنگ توزیع هم اگه گفتن یادتون باشه روانشناسا میگن که آخرین کسی که اون حرکت رو انجام میده خودش تصمیم میگیره. موضوع نیست که کی چی میگه. به غیر از روانشناسا آدمای دیگه هم هستن که عقیده دارن. نه الان نفهمیدی. الان دنیا همه روانشناس، یه چند تا آدم معمولی. دو سه تا. یکی من شما و یه نفر دست شما نکنه. این همه جمعیت اینجا. ما هم اینا دیگه نمیبینن. برای همین ما روانشناس نیستیم. یه ما بگیم این سپیده یه سلام روانشناسی بکنه. خوش آمدید. سلام به همتون. مرسی که منو به عنوان عضو جدید تپش برای اینکه بتونم بالاخره به آدم‌ها کمک کنم که اون عشقی که شما میگید، اون حال خوشی که به نظرم تپش دلش میخواد برای همه آدم‌ها بیاره رو بتونم واقعا از درون تجربه کنم، تا وقتی میشنن
یه برنامه نگاه میکنن فقط برای فرار از وجود خودشون نباشه، برای این باشه که انقدر درونشون خوشحاله که دلشون میخواد به اون خوشحالشون اضافه کنن. حالا روی حرف شما هم که داشتیم میزنید راجع به ایران و اینکه الان چه اتفاقی داره میفته و ایرانی ها، اینه که ماها اصلا فرهنگمون اینجوریه که اگر فکر میکنیم نگران نباشیم یا ناراحت نباشیم نگران میشیم. نه اصلا نگران ناراحت نباشیم یعنی آدمهای خوبی نیستیم، یعنی خودمون رو لیبل میکنیم که اگر این وجود نداشته باشه آدمهای خوبی نیستیم. بنابراین حتی شما دیدین مادرها دوستا میگن که نگرانتم رسیدی خونه زنگ بزن. خب یعنی چی؟ یعنی من دارم نوع دوست داشتنم رو توی فرم نگرانی به شما نشون میدم که من اگه نگرانتم دارم میگم زنگ بزن. ولی به نظر من بعضی وقتا یکم نگرانیه مساویس با کنترل کردن، یعنی من نمیتونم بگم که من میخوام تو رو کنترل کنم وقتی رسیدی به من نگرانتم مطمئن بشم یا مادر پدر میگم من نگرانتم یا همش میگیم نگرانتم، ولی واقعیتش اینه که شاید میخوام شرایط رو کنترل کنم، چون همیشه میخوام شرایط رو کنترل کنیم که از دستمون یه وقت خارج نشه. حالا راجع به مسئله ایم که اتفاق افتاده به نظر من اینه که خوبه که ماها ایرانی ها همون که شما گفتین احساساتمون رو تجربه کنیم، ولی نذاریم احساساتمون ما رو کنترل کنن، چون وقتی که این حس تنفر، این حس عصبانیت توی وجود من و شما باشه نسبت به هر اتفاقی که داره توی زندگیمون یا تو زندگی بقیه داره میفته، باعث میشه که این عصبانیت توی وجود من باشه، بعد وقتی من دارم با شما حرف میزنم اون عصبانیت رو به شما انتقال میدم. بنابراین عوض اینکه یه کار خوب بکنم که کلا جامعه عوض شه، کلا محیط اطرافم عوض شه، میام اون عصبانیت و ناراحتی رو تغذیه میکنم توی اطرافم. به نظر من حتی تو این شرایط سخت بهتره که اون همبستگی، همدلی، اینی که حالا اگر من اینجا هستم چجوری میتونم یه کاری انجام بدم. حتما هم این نیستش که یه کار بزرگ باشه، چون ماها عادت داریم میگیم اگه کار بزرگ نکنی که اصلا حسابش نمیکنی. یعنی یه کار کوچیک بکنیم هر کدوممون، شاید اون کار کوچیکی باشه که من امروز اون محبت دلم رو به شما بدم، ممکنه همین باشه. مهم نیستش که همه ماها باید ناراحت باشیم یا نگران باشیم تا به بقیه ثابت کنیم که من واقعا از درون دارم کر میکنم و واسم این مهمه. یعنی من فکر میکنم واقعا عزیزه جان یاد گرفتین؟ یاد گرفتین. ببین خشم و ناراحتی و مهربانی و احساسایی که همه ما داریم، حالا یه جای بروزشون یه جای نمیدیم، ولی موضوع الان ایران اگه بخوایم شفاف راجبش حرف بزنیم در لفافه نباشه، من اینجوری دارم به همین سادگی میبینم موضوع رو که بچه من، حالا یا من زورگوام یا سواد دارم ندارم، بچه من یه چیزی رو پاشو داره میزنه زمین میخواد، حالا یا حقشه یا حقش نیست، یه دوچرخه از من میخواد، حالا حتی من یه دولتم یا یه ملتم یا یه خانواده پدر مادر ندارم بهش بدم، واقعیتم ندارم که براش بخرم، بنزین باید گرون بشه، دوچرخه رو ندارم، بچه عصبانی میزنه شیشرم میشکنه، خب من حق ندارم اینو بکشمش که، باید بگیرمش حتی بذارمش تو پستو در ببندم تا یه زمانی حالش خوب شه بیارمش بیرون. حق ندارم جون یه نفر بگیرم. شما در آمریکا، در همه جای دنیا داره راهپیمایی میشه، پیاده روی میشه، نمیدونم همه کاری همه دارن میکنن، کجا میان یه بشر رو بکشن؟ در آمریکا در راهپیمایی ها یا اعتراضات مردمی تا حالا شما شنیدی یه فرد رو بکشنش؟ اصلا اینجا برای من سوالی به عنوان یک انسان معنی نمیده آدم جون یه نفر رو بگیره. من با 50% حرفای شما موافقم، با 50%ش مخالف هستم، با چون باید عنوان کنم و نکنم شب خوابم نمیبره. با 50% موافقم این هستش که جان کسی رو نباید گرفته بشه. با 50% دومی که مخالف هستم این هست، کشوری که مادر پدری که دستشون تو جیبشون میره میتونن خرج کنن، از زندگی مرفه خودشون برخوردار هستن، درسته، در خونه زندگی میکنن که این خونه هر گوشه از این خونه پر از طلا و جواهره، بچه نباید گوشتگی بکشه. دقیقاً من فوقشو گفتم. ما امروز داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که از لحاظ منابع طبیعیش، از لحاظ هر مسئله بهش نگاه میکنیم ثروتمند هستیم، ولی یه عده آدم فقط دارن این وسط پول میخورن،
طرف راست راست راه میره 4 میلیارد 4000 میلیارد تومان خانم طرف بر میداره با سلام و صلوات توی فرست کلاس برش میگردونن، بعد میگن خب این چون میخواد همکاری کنه بذاری تو خیابون بگرده، یه نفر که میاد فریاد میزنه آقا من 3000 تومان چرا شده میندازنش دندا. نه شما گفتید دیگرش دادن تو اتاق، نه چرا بعد تو اتاق میارش دادن. منظور زهرا سروش اینه که این تظاهراتی که تو خیابون هست نه وقتی گفت تو اتاق یاری شده من ملت فکر کنم تو پستو پستو اسمش امینه دارم پستو پدر مادر بی‌سواد هم فوقش این کارو نمی کنن، بچه رو نگه می دارن تا خشمش بیاد پایین تموم بشه، نمیاد جون یک شما ببینید من خواهم سروتن بوده کشورهای کشورهای پیشرفته دارن سوان که قوانین اساسی دارن، قوانین وکیل دارن، به وکلاشون احترام بذارن، دادگاه دارن، قاضی های امن و امان دارن، درست کار دارن، نه کشور ما الان که تمام سیستم دست یه دست که به قول عرضه به نفع خودشون دارن درسته کار ولی آقای امیر قاسمی میگن باید بیستیم برای کشور. آقا داستان مستضعف چی شد؟ ما مگه مسلمان نبودیم؟ این داستان این که آقا باید به بیت المال اینجور کرد، طرف خونش 3 بلاک رو بیرونی خونشه، بعد وقت میخواد بعد میاد در رابطه با این صحبت کنه حق مردم، کدام حق مردم؟ شما 3 بلاک خونه داری فقط. حالا بذار من ببینم که این سپیدت کی روانشناس شد. سپیدت جان کی روانشناس شدی؟ من توی ایران که وقتی ایران بودم کامپیوتر خوندم، یعنی کامپیوتر خوندم، برای کلا خوشم اومد مهندسی خوندم که پدر مادر خوششون بیاد که بالاخره بچهای میگن بچهای ایران که یا باید دکتر بشن یا بالاخره مهندس اینا. من خیلی به دکتری اینا علاقه نداشتم، در اون زمان گفتم که مهندس شم، ولی وقتی اومدم امریکا چیزی که دوست داشتم همیشه از بچگی بود که دوست داشتم به آدما کمک کنم که زندگی بهتری داشته باشم. حالا از 5-6 سالگی به آدم های دور و برم تو مدرسه سعی میکردم همیشه مشکلات آدم ها رو حل کنم و مشکلات آدم ها رو به صورت یه پازلی میدیدم که این پازل رو وقتی میذاری در کنار هم دیگه خودش شروع میکنه کار کردن و درست جلو رفتن. چند سال شد که روانشناس هستی؟ الان 4.5 سال. کسی هم همه هم خوشبخت شدم اونه که صحبت کردیم. من روش کاری یه ذره فرق میکنه با شاید با روش شناسای دیگه، البته به روش کاری همه احترام میذارم ولی روش کاری من یکم فرق میکنه، چون بعضی وقتا آدم ها میان آدم ها رو برچسب میزنن بهشون، تو اینو داری تو اونو داری، بعد شما شروع میکنی مثلا میگن دیپرشن داری، بعد شما شروع میکنی خودت رو با یک آدم افسرده میشناسی. واقعیتش اینه که من روانشناسی معنوی خوندم. تو روانشناسی معنوی میگه وجود شما از عشقه و شما شاید فراموش کردید که اون عشقی که توی وجودتون رو فراموش کردید و ما چجوری میتونیم با یه سری راهها کمک کنیم که دوباره اون عشق توی وجودتون فعال بشه. جای اینکه من بیام شما مالتو نه مالتو نه مالتو خوبه اصلا هم نگو بیخودی الانشون دارن اکسترهی بیخودی تو نمیخوام بگم اینه میخوام بگم خانم سپیده شما که روانشناسی خوندین در یک آماری در امریکا هست میگه پدر مادرای امریکایی ایرانی نمیگم پدر مادر امریکایی وقتی میبینن دخترها شماره رشته روانشناسی برای دخترها خیلی خیلی بالاتر از پسرهاست شکی درش هم نیست ولی مادر وجودشون میطلبه وجود زن برای روانشناسی مادر خاطر خیلی احساساتی هستن خانم نسبت به آقایون بعد اینجا یه چیزی بگم نسبت به آقایون یه چیزی میخوام بگم دستم خط نزنی یادم باشه بگم نه من یه سیاهات داری که دیدی آقایون من نشوندت خودش نشون نداد نه اول از همه اینجا بفرست اینجا با ثبتش میکنی اینجا با ثبت میکنی که آقایون منم خودش نشون نداد من نیستم اوکی خب نیستم خواهی شما جوابشون رو بدید نه یه سی جالب به تو میگم همیشه میگیم خب خانم ها احساساتی تر آیا خب من با خیلی مرد ها کار میکنم من فکر میکنم مرد ها هم خیلی احساساتی هستن ولی چون از بچگی بهشون یاد داده شده که احساساتت رو سرکوب کن آفره تو اگر یه مرد هستی باید صف وایسی گریه نکنی خیلی این اگه مردی در فیلم نگاه میکنه گریه کنه این اشکال داره نه اتفاقا به نظر من مردی که اجازه میده احساساتش رو میخواب آبا چه گریه هرچی فیلم من با اینا رفتم خوابیدم فیلم های مصرفی بوده سپیده جان اینو با هم هر شب میرم سینما نه هفته یه شب میریم سینما تو سینما میخوابه بعد گاهی وقتا تو خواب گریه میکنه من فکر یاد بچه گیاش میفته اتفاقایی که بچه گی افتاده اول اون جریان رشته دانشگاه من جواب علیرضا رو بدم گفتن که پدر مادر امریکایی وقتی میفهمن فرزندشون رشته روانشناسی میخونه یا انگلیسی
یا هنر اینا رو میخونن موهای خودشونو میکنن. واقعا میگم وا خدا دکتر ما داره روانشناسی چیکار میخواد بکنه؟ میترسن. ولی میگه که واقعا یه رشته روانشناسی اگه ادامه ندین و به آخرش نرسین اصلا حداقلش اینه که کمک خودشون میشه. ببین من با روانشناسا الان حدود 20 سال بیشتر از برنامه تاچ و قبلش هم در ایران کار کردم. با روانشناسا راحت زندگی میکنی. سیفی در کنارشون آرامش داری. میدونن با چطور رفتار کنن. تو خب من با خانم سروش خانم سپیده میخواستم با یه روانشناس صحبت کنم، خانم فرجان زینی. بله بله. وقتی خانم فرجان زینی اومد اینجا در برنامه تی ان اف شما پرسیدین که با اونایی که مراجعه کننده اون مریض که نمیتونیم بگیم، که میتونیم بگیم آره مشتریاش میشه، مشتری خوبیه برای روانشناس، مشتری داره، کلاینت میشه دیگه. مریضا اونان که قبول ندارن، کلاینت که انگلیسیه فارسی خوب چیه؟ مشتری، مراجعه کننده مراجعه کنندگان روانشناسا همه سالمن چون تشخیص دادن در مراجعه. خب بسیار عالی. حالا شما مریض حساب بشید. آره بگو عزیزم. چون عزیزا که تو بیمارستان به دنیا اومده خب میگی من مریض نبودم. آره حالا خوبه. بعد گفتن که روانشناسا میان روی مب میشینن یا یه دونه مب دراز میکشن اونجا، روانشناس هم اونجا نشسته صحبت میکنن. ولی موقعی که من احتیاج داشتم با خانم فرجان زینی در مورد خودم نه در مورد یه نفر دیگه صحبت کنم، مثلا من دیگه مثلا من بودم مثلا در مورد خانم سروش هم بودم، رفتیم سوشی خوردیم و در مورد مسائل صحبت کردیم، خیلی هم کار کرد. درسته برای تو یا برای اون یکی؟ نه اتفاقا من یه چیز جالبی که شما گفتین اینه که مثلا من هم خودم وقتی خواستم برم روانشناسی بخونم، یعنی رشته رو تغییر بدم برم روانشناسی، فکر نکنید مثلا مادر پدرم مثلا زوغ کردن گفتن الان موسیقی دیگه به روانشناسی بخون، اصلا اینطوری نبود. واقعا پدرم میگفت نه نمیشه و فلان. بالاخره جامعه ایرانی، خب جامعه امریکایی خیلی فرق داره، ولی جامعه ایرانی هنوز بعضی وقتا این باور هست که من اگر آدم قوی باشم خودم از پس مشکلات زندگیم برمیام. شما وقتی که قلبتون درد میگه، البته واسه قلب دردم ماشاءالله 100 تا کپسول و اینا خودشون میدونن چی باید بخورن، ولی مثلا وقتی قلبتون درد میگیره یا مریض میشین حتما پیش یک آدمی میرین که متخصصه. ما ها فکر میکنیم زندگی هم باید خودمون تخصص داشته باشیم، ولی یه سری آدم واقعا وقت میذارن، درس میخونن، همه کار میکنن که شما لازم نباشه اون تخصص رو داشته باشی، ولی یه آدم دیگه تخصص داره و به شما کمک میکنه که این کار انجام بده. من نباشه موافقم، ولی با یه نفر دیگه بری تمام سوالا رو میکنه از باید جواب بدی جلوی یه نفر دیگه خوب نیست. نباید بری تو هر جایی میخوای بری خانم سروش با خودت میبری. خانم سروش اینجا همیشه آماده است تمام جواب سوالای من. خانم سروش با ما بیای، با من بری. آقا اینا زندگی داره خانم سروش. ببینید خانم سروش بیشتر از من میخواد که باهاش بیام تا من از نه اصلا چیزی نیستش. من توجیه خبر دارم اصلا هم چالاتی نداره. ما دوست خیلی خوبی هستی. میدونم دوست خوبی هستی. دلیل نداره که کسی بیادش از مشکلات تو رو بگیره بشینه. خانم دکتر الان این تمام گفته علیرضا درسته؟ این تهمتایی که الان داره میزنه تهمت نیستش، اینا واقعیت. نه ولی من واقعا من احساس میام ما چند شب پیش من ایشون رفتم سینما، درسته؟ به نظر ایشون ساعتی هم رفتیم که دیر نباشه. رفتیم سینما، شما به عنوان روانشناس 9:35 رفتیم سینما، ایشون بغل من نشسته، بعد خوابیده. من یه نگاهش کردم، چیز کردم که آقا فیلم شروع، تا فیلم شروع میشه که نمیخوابه. فیلم اول تیش که اومد، قبل از اینکه برسه ترمیناتور تیش اومد، ایشون خوابید. بعد یه خود آخرش بلند یه 5 دقیقه داد گذشت و یه خود نگاه کرده هرچی شد اینجوری شد بلند شد جاش. من فکر می‌کنم این دستشویی وسط فیلم گفتم یادم باشه چه اتفاقی افتاد که برگشتش بهش بگم. 10 دقیقه گذشت، یه رو گذشت، نه من چرخیدم دارم یه دونه صندلی اون پشت عکس دارم ولی نشون نمیدم، ولی عکسشو دارم. بعد میام اون پشت گرفته خوابیده، منم اینجوری نگاه کردم گفتم اینجوری دیدم تنها یه صندلی تکم بود اون پشت، مال هندیکپ بود. آره مال هندیکپ بود، یه خوابیده. پس دوباره تمام فیلم رو دیده، خوابیده. آخر فیلم بلند شده و به من رو یه فیلم مزخرفی بود بلند شده، آه عجب فیلمی خوبی بود. یا من به من بگو چه فیلمی بود، بعد به من بگو چه فیلمی بود. 2 ساعت و 14 دقیقه فیلم بود، 2 ساعت و 13 دقیقه. من عقیده من از رفتن به سینما اینه که بخوابم. شما ساعت 7 میرین سینما، 6:30 میرین سینما، 7 هم رفتم، 8:30 میاین بیرون، 8:30 9 میرین دینر،
شام میرین یک شب خیلی خوب، نه اینکه ساعت 11 بریم سینما، یک اونم پاپ کورن بخورید. سبیده عزیز ایشون هفت شب ما باشه سینما خوابیده، میگم چرا خوابیدی؟ میگه خوابیدم که الان فرش باشم شام خوب بخوریم. نه ولی میدونی چیه، همیشه ما میگیم که شام الان روانشناسی چه مشکلی داره. نه اتفاقا میگم قسمت خور لیوانو نگاه کنیم، بعضا من مشکلی ندارم. مرسی خیلی ممنون خانم دکتر، با یک دقیقه تشکر از شما. موضوع اینه که ایشون خیلی همراهی کردن با شما رو دوست داره، یعنی از اینکه با من دوست دارم. نه اینا دوست دارم مامان باشه. حتی میخوام. خوشم نمیاد با این باشم. چرا با یادم خواب و رمش بخورم؟ که بیاد. شاید اینقدر این فیلم آرامش بخش واسه. نه هر فیلمی همینه. ترمینیتر خواهم کجاش آرامش بخشه. شما از این به بعد فیلم یه دور برو قبلش ببین. بعد یه دور دیگه با ایشون برو که این قسمت آخرش که میخوام با شما حرف بزنم بگم فیلم آره. چی شد و اون هیجانش رو ببینم. آخه نفع بده ایشون تنهایی هم بره میخوابه. تنهایی رفت فیلم لایکینگ رو دید، شیرشاه به قول معروف رفت فیلم لایکینگ رو دید، بلکه اومدم بیرون گفت علی من نفهمیدم این باباه چرا یه دفعه قیافش این ریختی شد با پسر دعواشون شد. گفتم نه بابا اون باباه مرد، بلی داداش باباه بود، بلی اینا با هم دید. اون بچه بزرگ شد اینا با هم یه دعوا کردن. در از صورت این اتفاقات خیلی جالبی که برای ما میفته، ولی میخواست از چون سوال کنم آقایون بیشتر به روانشناس احتیاج دارن و دوست دارن بیان یا خانم ها؟ فکر کنم خانم ها هستن که پیش قدم میشن، حتی به همسرشون بگم بریم پیش روانشناس، آقایون خیلی مشکله براشون برن پیش روانشناس. درسته؟ صد درصد. به خاطر اینکه میدونین چه اتفاق میفته، اینی که آقایون از اون چه ایرانی چه امریکایی هیچ فرق نداره، اینی که خیلی رولشون توی این بوده که برای خانواده فراهم کنن و میدونین برای پرووایدر باشن برای خانواده، برای همینه که تمرکزشون رو و اون حس خوب رو از این میگیرن که چقدر موفقن و این موفقیت خیلی تمرکزشون روی اونه، برای همینه که تا به یه جایی نکنن که خیلی سختشون باشه و یا یه شکست عشقیه، یه شکست مالیه، یه شکست بزرگ نباشه، احساس میکنن شاید پیش روانشناس رفتن خیلی واجب نیست. من باید به زنم به بقیه نشون بدم که به قول معروف آدم قوی هستم. ولی خب زنها خیلی خب همونجوری که گفتم چون اجازه دادن با احساساتشون در ارتباط باشن، مردها هم دارن، چون من واقعا یه سری باور دارم. شما دیدین مثلا یه دختر پسری با هم دیگه توی رابطن و اینا، بعد این رابطهشو تموم میشه، پسر واقعا اگه طرفو دوست داشته باشه تا سالها به این آدم فکر میکنه، یعنی واقعا عاشق واقعی میمونه. خانم ما یه ذره سریعتر خیلی سریعتر موبام میکنن و جلو میرن و اینا، به خاطر اینکه یک مرد غرورش رو واقعا میذاره کنار تا واقعا عاشق یه آدمی بشه. احسن چه محسنات خوبی ما داریم. من طرفدار واقعا جفتشونم به خاطر اینکه در نهایت هممون یک روحیم و پر از عشقیم، بنابراین این اون آدم واقعا غرورش رو میذاره کنار، قلبش رو کاملا باز میکنه، گارداش رو میاره پایین با احساسات خودش، اون چیزی که جامعه بهش گفته خیلی باهاش میدونی در ارتباط نباش، میگه که بیا در ارتباط باش و این کارو میکنه و براش بهای زیادی میده برای اون رابطه‌ای که داره. برای همینه که اگه عاشق میمونه یا میخواد بره و ازدواج کنه این کارو میخواد بکنه. خانم‌ها چون خیلی راحت تره براشون عاشق میشن، بعد این تموم میشه و بعد میخواد عاشق میشه. یه ذره سنگدلتر هستین. نه سنگدلتر نیستیم، منتها اون غرور رو اون دیوارها رو نداریم، راحت‌تر این احساسات رو داشته باشیم. زیباتر هستین اینطوری فکر می‌کنی؟ نه چیز ربطی به زیبایی نداره، احساسات هر آدمی. ولی اتفاقا یه چیز جالب بگم، من مثلا میرم ایران سمینار میذارم اینا، حتما که تعداد زن‌ها واقعا خیلی بیشتره، ولی الان می‌بینم مثلا تو اینجا توی ایران چقدر مردها برای اینکه تو بیزنس‌هاشون تو روابطشون واقعا قوی بشن متوجه شدن که چقدر خوبه که من برم خودم رو یکم بشناسم. حالا اون قسمت روانشناسی شما یه ذره میذارم کنار، بذار خودشناسی، یعنی ما ها این همه وقت میذاریم بقیه رو میریم میشناسیم، بیزنس هامون رو میریم میشناسیم، این وقت واسه خودمون نمیذاریم که واسه چی، من اصلا چجوری میتونم بهترین ورژن خودم باشم. چون قبلنا واقعا اینطوری بود که حالا من چجوری میتونم افسرده نباشم، چجوری میتونم از این بیماری ها پیشگیری کنم، قرن الان اینطوریه که من چجوری میتونم بهترین ورژن خودم باشم، یعنی فوکس و تمرکز روی اینه.
که چجوری من میتونم بهترین ورژن و کسی که شجاعت داره میره دنبال این که بهترین ورژن خودش باشه. احسن. حالا من یه سوال از علیرضا و زهرا بکنم. شما حاضرین که یه روانشناس خیلی خیلی جوانه ببینین ازش کمک بخواین یا نه؟ اصولا مردم دوست دارن روانشناس سنشون بالاتر. اتفاقی استثنا بیام برای من خیلی جالب بود. روزی که با سپیده آشنا شدم و با مادر سپیده آشنا شدم و مادرش ازش خیلی تعریف کرد. خب گفتم این مثل همه مادرای دیگه است که میگه همه با هم بودیم وقتی آره آشنا شدیم. آره دست و پای بلوری برم به سوسکه میگم وقتی داشت میرم بالا. اونجوری بود. بعد خب من آدمای زیادی جلوی دوربین دیدم که اومدن برنامه اجرا کردن. لحظه که سپیده جلوی دوربین برنامه اجرا کرد من تو اتاق دیگری بودم. و از اومدم گوشه وایستادم بدونی که اون ببینه نگاه کردم ببینم چطوری برنامه اجرا میکنه. اولین برنامه‌اش و وقتی دیدمش دیدم چقدر قابلیت داره و چقدر خوب میتونه یک برنامه رو روی تایمینگی که باید انجام بده تو اون 30 دقیقه خیلی محکم و داره کارشو میره جلو. من فکر کنم اشخاصی مثل سپیده اتفاقا شما وقتی سنت بالاتر هستش یک خانمی که یا یک روانشناسی که سنش بالاتر هستش خیلی میتونه به همسن سالهای خودش کمک بکنه. ولی امروزه سپیده میتونه به کسانی کمک کنه، به نسلی کمک کنه که خیلی از روانشناسایی که سنشون بالا هستش با این نسل آشنایی خودشون ندارن. چون یادتون باشه شما روانشناسی که الویس پریسلی در دوران نوجوانیش الویس پریسلی بوده یا در دوران نوجوانیش مثلا لیتل ریچارد بوده که نمیتونه درک کنه امروز توپاک شکور یا نمیدونم کانیا وست چی داره میگه، چون کلن نو نوه. همونطور که برای پدر مادرهای ما پدر مادرهای ما یا پدر مادر شما زمانی که آقای الویس پریسلی اون حرکت رو انجام میداد تو خود آمریکا اومدن تو اد سالیوان شو گفتن آقا دوربین از کمر به بالا باشه چون این یه کارهای ناشایستی با پایین تنش میکنه و یه حرکتش قشنگ نیست. امروز وقتی شما حرکت رو میبینی اصلا برات ایرادی نداره و شما نگاه میکنی طرف حالا امروز روز نگاه میکنید رپرهای امروز رو هر 2 دقیقه جلوی شلوارشون رو میگیرن یا حرکت میکنن شروع کنن به حرف زدن. این باز دوباره واسه ماها نو نوه، نه برای بچه امروزی. پس برای آدم های مثل سپیده خیلی راحت میتونن درک امروز هم اطلاعات داره، هم درک میکنه، هم سن و سال. من از اون پیشنهاد بکنم که نسل امروزی، نسل جوان، نسلی که دهه 60 و 70 هستش سپیده گوش بکنن چون براشون راحت تره. شما دکتر قلب میخوای بری بهتر وقتی میری میبینه یک دکتری اومده که موهای جوگنده میداره خیلی خیلی راحت تره. قدیما بود الان دیگه این حرف موافقم با الان دارم صحبت میکنم موافقم با تو 100% تو این مسئله موافق هستم اصلا بدون شک. اما نگاه میکنم به پیشینش طرف کجا درس خونده. اگه طرف مثلا یه پسر جوونه طرف از استنفورد اومده یا از هاروارد اومده و پزشک هستش یا از ییل اومده 100% میرن پیشش. اصولا مردم میرن دکتر به مدرکی که رو دیوار هست آنچنان توجه ندارن چون خیلی هم مشکل خوندنش. من نگاه میکنم من یونیورسیتی رو بزرگ نگاه میکنم. یه چیزی مثلا فقط یه چیزی در آخر بگم، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که آدم ها فکر میکنن که روانشناس قرار روش زندگی کردن رو با اون طرف یاد بده. من فکر میکنم یک روانشناس خوب واسه همینه که میگم شاید سن و سال انقدر مهم نباشه که به شما کمک میکنه اون راه و روش و اون جواب رو تو درون خودت پیدا کنی. وگرنه من اگر به شما بگم که شما برو یه کاری رو بکن میشه نصیحت، شما میری 2 ماه زندگی که من فکر میکنم خوبه رو میکنی بعد تموم میشه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. خب واقعا در زندگی ما در امریکا روز شکرگزاری واقعا یک جای بزرگی داره و بله. و همونطور که گفتیم خب یه تقریبا خیلی بزرگه. شما خانم سورو چند ساله که چندمین تانکسگیوینگ که داره امروز؟ امروز اینجا 20 علیرضا 42 با هم دیگه آره. یکی من دسامبر اومدم آمریکا برای همین دسامبر کریسمس هم میشه 43 کریسمس. خب من یک سال از شما بیشتر. شما 8 می. خب
اولین سالی که اومدی یه سر برنامه تنکسیویلی داشتی یا نه سالهای بعد اتفاق افتاد؟ نه خالم اتفاقا یه تنکسیویلی من خالم و دختر خالم اینا همه ویگن هستن. بعد ما مثلا تنکسیویلی اومدیم مثلا خوشحال و اینا که الان بوغلمون میخوریم، من خیلی خودم هم غذا دوست دارم و شکرمو هستم. بعد یهو وارد شدم بعد دیدم همه چی ویگنه. چی بود امید؟ چی بود؟ من نمیدونم مثلا کلم پخته شده بود، نمیدونم شکل بوغلمون بود یا نه؟ نه شکل بوغلمون نمیدونم، یه چیزیه که مثل بوغلمون درست میکنن. چه تنکسیویلی بود؟ خب میخورم بعضی دوست دارم، من نمیگم ویگن. به فکر شما نبودم؟ آدمایی که ویگن پوره سیب زمینی هم نبوده. یا یا مثلا خودم من خیلی سخت بود که ببینم ویگن اگه باشن شیرم. کدوم قسمت تنکسیوینگ غذا رو شما بیشتر مورد علاقه تون؟ من خود بوغلمون رو دوست دارم. خود بوغلم عریضا کدوم قسمت؟ یا چرا خود بوغلمون موجوده جنبیش دور اطرافش؟ من خود بوغلمون ران بوغلمون رو خیلی بهش علاقه دارم، استافینگ داخلش رو و بیشتر از هر چیزی ران یا رون؟ رون. آره بیشتر از هر چیزی حسین من شبش یا فرداش رو دوست دارم. همه خیلی ها این دارن عقیده رو دارن که لفت اوور یا اون چیزی مونده اونو خیلی دوست دارم. من خب من بارها گفتم من همیشه اگر خودم بغلم درست کنم اونی که میمونه رو حلیم درست میکنم. حلیمش میمونه خیلی سریع. حلیم عالیه دیگه، حلیم فرداش رو حلیم میخوریم. خب شما خودتون ترکی درست کردید؟ من دوستام درست میکنم. نه دیگه روانشناس همه حقیقت میگه. میگه دوستام درست میکنم. من دوستام درست میکنم. من از شما پرسیدم ببخشید شما درست نکردید. من کمکشون کردم. یعنی واسطه اینجا نگاه کردین؟ نه من انرژی میدم که همه چی عالی پیش بره. خلاص شما چطور مطمئنا؟ من تو حالا درست نکردین. بلد نیستم. من خوب بود. من که ولی خب من اگه تو حالا درست نگردین من بهتون پیشنهاد میکنم وقتی میخواین بوغلمون رو بذارین تو آون تو شکم میشه نگاه کنید اون پاکته که توی دل جگر هست الان اونجاست اونو بعد در بیاریم. آماده میخریم، دوستای خوبم داریم. میخریم. نه حسین خیلی خوب درست میکنه و ما امشب قراره که بریم خونه حسین و بوغلمونو من دیروز درست کردم. اگه میگم دوستای خوب داریم دیگه اونجا بخوریم با هم دیگه. اتفاقا این بار بوغلمون شما رو من تقریبا یک روز در نمک و آب و نمک خوابوندم. دو تا درست کن حسین که بتونیم سیشم ببریم. ببینی خونه خوشروی هستن. ولی ببین توی استافینگش ایرانی که درست میکنی یه خود زرشک و اینا بزنی اصلا یه چیز خیلی خوشمزه میشه. آره به جای کرنبری زرشک بزنی. بوغلمون حالا ما ایرانی ها دوست داریم بوغلمون روز مهمانی تنکسگیوینگ یا شکرگزاری از ساعت 6-7 شب به بعد ایرانی ها دوست دارن این کار انجام بدن و بوغلمون در رده دهم قرار داره، غذای دیگه رو میسازن. ولی اگر ساعت اصولا امریکایی ساعت 2-3 بعد از اون کار انجام میدن، ولی میدونه که بوغلمون 2-3 میخورن که ساعت 5-6 میرن خونه برای که بوغلمون خواب بیاره. بخوابونتتون. چون انزایمی که تو بوغلمون هست خانم دکتر بدونت با آگاه باشید که آدم خواب میبره. برای همینه که تو سینما من چون اکثرا رفتم سینما تو ساندویچ بوغلمون خوردم. خوردی؟ آره باز پس ساندویچ بوغلمون اینجوری شده. یه چیز خوبه ولی حالا امروز که روز شکرگزاریه و این برنامه هست خیلی دوست دارم یه چیزی رو بگم شاید به بقیه هم کمک کنه. واقعا این که این روز شکرگزاری یه چیزیه که ما اون نیت دلمون رو میذاریم که چیزهای خوب زندگیمون رو ببینیم. شاید شما توی زندگیتون تجربه کرده باشید مثلا می‌خوایم بریم یه ماشین بخریم فلان بی ام و مثلا می‌خوایم بریم بخریم از فردا می‌بینید همه جا دیگه اون بی ام و هست، انگار همه رفتن اون ماشینی که شما دوست دارید و رفتن خریدن. ولی تو خیابون می‌بینید. آره هی تو خیابون می‌بینید. ولی واقعیتش چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که شما به مغزتون فرمان دادین که من این ماشین رو می‌خوام، پس این مغزم واقعا خدمتکار ماست، شروع می‌کنه دیدن این ماشین و دنبال این ماشین گشتن. حالا این جریان شکرگزاری هم اینه که اگر ماها حالا امروز که خیلی روز خوبیه که این کار بکنیم، ولی اگر هر روز دنبال این باشیم که من چیزهایی رو توی زندگیم ببینم که واقعا از خدا ازش متشکرم و واقعا حس خوبی بهم میده، یهو شما باورتون نمیشه. یعنی که یه همچین تمرین کوچیکی باعث میشه که مثلا شما 5 تا 6 تا از چیزهایی که دوست دارید رو اگر
اگه بهتون بگم و ببینید و خودتون شروع کنید دیدن، بعد یهو میبینید زندگیتون شروع میکنه تغییر کردن، یعنی تمام چیزهای مثبت زندگیتون هی داره زیاد و زیادتر میشه. و من گفتم که شاید این امروز رو ما واقعا یه روز قرار بدیم که شاید از فردا شروع کنیم 30 روز این تمرین رو انجام دادن و 4-5 چیزی که خدا رو شکر میکنیم براش بنویسیم، نعمت ها رو ببینیم. واقعا نعمت ها رو سعی کنیم. من که میخوام ماشین بخرم اصلا بعد نمیگم، 2-3 ماه بعد میگم ماشین خریدم، سعی میکنم اصلا نگم. آدم کلکی دیگه. تنی که ببین اونجا آهن رو اونجا آهن رو با. هر دو دقیقه با نزدیک تو میشه هی بچه میگم برو اون بار بهش. خب ما یه خانواده هستیم. آها. یه خانواده هستیم. نه برای که علیرضا بارها شده سالها هر موقع من رفتم ماشین رو عوض کرده این من پشیمون کرده یا سر قیمتش. این کار درستی از نظر روانشناسی؟ بستگی داره ماشره. اگر که ایشون تخصصش بیشتر باشه اصلا نیست تخصصشون اصلا اگر خوب تخصص ولی حرفی که زدی خیلی خوب بود بس. بسیار قشنگ بود، از لذت بردیم از امروز. تبریک میگم انشالله که موفق باشی و باز هم در برنامه ها با هم بیشتر برنامه داشته باشیم و به خانواده هم سلام برسون. مرسی. ورودش توی خانواده تپش باعث خوشحالیه به خاطر اینکه خودش این که میگیم برنامه هاشو یه روز من داشتم از همین میگذشتم از تپش دیدم داری اجرا میکنی، به فرح عزیز و دوستان گفتم دم خودشه به خاطر اینکه راحت با مردم و ارتباط قشنگ برقرار میکنه، این بالاترین رمز موفقیت یه برنامه است. تبریک میگم و خوشحالیم از حضورت. واقعا اینکه این فضاش هم خیلی مهمه که فضاش هست که با آدم هایی که واقعا خودشونن راحتن یه برنامه یه آدم داشته باشه که مردم هم احساس راحتی کنن و فکر کنن که واقعا اون آدم ها دارن از دل و جون کار میکنن که شده یه لبخند یه حس خوب توی اون نقشه بهشون بدن. مرسی عزیزم. مرسی.